بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام احترام آرزو دارم جور و سعدمند باشین. هموطنان گرانقدر، امروز 20 اوت 1402 هجری شمسی است. این سال تقریبا به پایان رسید و فردا شاید بخیر رمضان مبارک باشه. به ادامه سپاسگزاری از همکاری شما دوستا، باز هم همکاری و توفیه برادر عزیز گرانقدر ما دکتر صاحب، حاجی صاحب زایر که لطف کردن و برنامه یک کمپیوتر بسیار خوب روان کردن. دیگه انشالله با این کمپیوتر کارهای ما از نظر ادیت و کارهای کمپیوتری تکمیل میشه. حاجی صاحب زایر تقریبا یک سال پیش دیگه زنگ زدن، در دبی میباشن و گفتن که برنامه خوشش میاد و مرا برادر خواندن و لطف مهربانی کردن، گفتن مدام این قسمت برنامه که همکاری بتانم بسیار زیاد خوش میشم. باز در او وقت همی سکرین کلان ما را که در سار ثبت میکنیم بر ما خریداری کردن از چین و روان کردن که چند هزار دلار در او خرید و مصرفش و به تعقیبش باز همیشه لطف میکردن، تحایف روان میکنن، خرمای تازه و هر چیزی کنجه خوششان میه. برحالا هر وقت که بر خود بود چبلی از دبی میخره بر ما میخره روان میکنه. خداوند عمر طولانی نصیبشان کنه. در دبی پرزفروشی موتر دارن، خداوند در کاربارشان برکت بندازه. باز ام دفعه گفتن در این وقتا بر برنامه چی هم کاری کنم، گفتم یک کمپیوتر روان کن، چون این بچه مرا همیشه به خاطر کمپیوترهای ما ضعیف کار میکنه. تاکید داشتن که چند وقت پیش حاجی صاحب مایل خیرخواه یک کمپیوتر روان کردن، ولی حاجی صاحب ظاهر هم یک کمپیوتر لوکس روان کرده. از چند متابال باز نکردیم ببینیم دیگه. از کمپیوترهای قیمتی است که برای دت استفاده میشه، این مکمل نو جدید کارتن بسته که خداوند دیگه اجر بتشه. کسایی که از برنامه و درس ها استفاده میکنن برای جیس های حتما دعا کنن. دیگه از نظر کیفیت شخو دوستای کمتر کار ما میفهمه چی رنگ مقبول و منظم. دیگه بیادر خداوند خیر و برکت نصیبت کنه، از اولاد و مال و همه چیزت برکت ببینی بیادر، پر افتخار باشی. البته باید بگویم که حاجی صاحب ماهانه بر بسیار خانواده ها تقریبا 30-40 خانواده را زیر پوشش قرار داده، برشون کمک میکنه. این امرای تمام بیک و همه چیزش دیگر روان کده. خانه آباد، زنده باشین. به خاطر می بزرگواری تا حاجی صاحب ما از واتساپت می عکس تا نگرفتیم، عکس حاجی صاحب امرای برادرزاده سمیر زوم کنین که این نازنین ما را هموطنان ببینه که همیشه هم کار برنامه بوده. تحایف شخصی خوخو حساب برادری ما، ولی بر برنامه که کار کرده این دیگه تنها بر من نیست، بر کل ما و شما استفاده میشه. خیر ببینین، یا خوبی از گپایی است که حالی دوستان اگر چرا فرمایش سر مردم داده میری، خوب است که در این کار خیر است، کار بزرگ است. هرچی دست به دست شویم، مشترک شویم، کار بزرگتر میشه. ما همیشه گفتیم که این استیدیو اینا بر من است، بر کسایی است که میان درس ثبت میکنن، برنامه جور میکنن، بیاین از اینمی استفاده کنن. استادای پانتون میتونن بیاین، استادای مکاتب میتونن بیاین، کسایی که اندیشه دارن میخواین برای متنای خود انتقال بتن، طرحی دارن، این از این فضا در اختیارتان از دوستای نازنینه. و آرزوی ما ایست که یک روزی بخیر چینل یوتیوب ما به یک پوانتون، به یک مکتب تبدیل شوه که تمام دانشمندای کشور ما آثارشان در اونجا باشه. هر کسی که میخواه بیا ثبت کنه یک کرای را و یک گلاس چای در خدمتشان، بر بعضی ها که امکانات اقتصادی نداشته باشه یک مقدار ماش هم تعیین میکنیم. تقریبا همی فعلا بالاتر از 10 نفر پرسونل هم اینجا بچه هایی هستن که همکار یاد گرفتن،
ایده تو اینا هم خودشان در پانتونا درس میخوانه و ما میتونیم کمی خرچ از اینا را فرام بسازیم و خوشحال استیم بمی. و همچنان باید برای هموطنهای خود ایرام یادآوری کنیم که به دو زبان دری و پشتو در سای صنف 7 تا 12 آماده است. کم از طریق یوتیوب میتونین ببینین. ما یک چینل دیگه دوستا جور کردن، گفتن که باید همین درس ها از بحث های روانشناسی ما جدا باشه به نام اکادمی رسام. میتونین از اونجا استفاده کنین و بر علاوه از اون میتونین در فلش بگیرین، در صد در ملتون سرک 4 سیلو بیاین و درس ها را براتون بگیرین. تمام درس های 7 تا 12 فقط کاری که ما کردیم یک کامپیوتر خریدیم برای کسی که موجه موادا را مندازم. من خودم از موادای درسی یک افغانی کار ندارم قطعا، نه تا با حالی گرفتیم نه بعد از می گیرم. اینا را به خاطر یک خدمت برای وطن و هموطن و شاگردای لایقی که در دور دست هاست و کورس برشان نیست، یا خواهرای گرامی ما که امکانات درسی برشان نیست، این درس ها را آماده ساختیم و به شدت کار جریان داره. فرمای کنکور حل کرده میریم، میتونین استفاده کنین. فقط گپ مویست که وقتی میایین برای گرفتن درس ها تمام این همی پروسه 7 تا 12 بسیار درس است. یعنی در کنکور که وقتی درس داده میشه دو سال شاگرد کنکور میخونه، بالاتر از 100 هزار افغانی مصرف میکنه. ولی این میره شما یک 400 یا 500 افغانی که کمپیوتر کار را بتین کل همی درس ها را مندازه، هر مضمون در مقابل 50 افغانی مثلا. اما تو تمام سیمینارهای ما را شما میتونین هر سیمینار در مقابل 50 افغانی براتون بگیرین. این پول چی میکنه؟ فقط معاش کمپیوتر کار است که از صبح تا شام اونموجه نشسته فقط بر ازمی کار. من کدام در اون کدام چشم داشتی ندارم و بعضی وقت دوستایم که نمی داشته باشه برای رامش جان گفتیم که همکاری کنن ارزانتر 100 داشت 50 داشت. ولی یه خواهش شما از شما میست که شما میتونه ناجوانا نفکر نکنین که در 50 و 100 کت از او آدم جنجال بندازین. ای بازی یک تشویقی بر شما بگین که ولی از صبح تا شام ششتی دیگه کار نمیکنی، اینه به جای 500 5000 بگیم ما درس ما استفاده میشه، اولادای ما کلش در خانه درس ها را تعقیب میکنن، میشه شما اینو در یک جای دیگه مصرف کنیم. ولی اون کاری که نمیکنی، بعضی وقت دوستا میه رامش جان قصه میکنن با موتر بسیار لوکس هم آمده و میگم که من مثلا کدام ماده مثلا با سواد هستم و در یک موسسه کار میکنم، اما اونجا ولی استاد گفته بود که درس ها را تو ببرین چطور است و چطور مثلا یک مقدار پول میگیری دیگه. اون ناجوانی رو نکنین در اون قسمت. هر وقتی هم من تانستم بر رامش جان ماش بتم از جیب خود، چون من گفتم برتان شاید بین 10 تا 20 نفر پرسونل هم ماش میتم و واقعا فشار میره. کسی که تجارت نداشته باشه سخت است و اینا را سر اکثریتشان من اینجا درس میخونم. بچه ها هیچ کدام شد قوم خیش من نیست، از هر جای آمدن. مثلا همینجا ما یک جای کلان گرفتیم بر ماینه خانه خود، جای خواب هم همینجا دارن، نان هم میخورن، درس هم میخوانن. دیگر وقتی من برازی هم مشتا این تنستم میگم رایگان براتون بندازن. ولی تو وقت اگر شما همکاری کنین بد نمیشه. بینن بیاین درس ها رو برین تا شما میتونین نشر رو پخش کنین، ثواب داره. بعضی وقت دوستا یک اعتراض دیگه هم داره، دکتر صاحب مکتب نباشه درس تور مردم چی کنه چطور کنه. عزیز دل من ای کاش مکتب به دست من باشه. میگم مکتب باز باشه، ددان هر کوچه مکتب باشه، بهترین معلمین باشه، بهترین مواد درسی باشه، تو کامپیوتر و دیجیتال همه چیز باشه، بر شاگردا چکر باشه، تفریح باشه، سرگرمی باشه. ولی وقتی هیچ چیز نیست عزیز دل من، از دست برادر کوچکتون اینا مقنیه که میکنه. یعنی به جای شعار میگم عمل کنیم، زحمت بکشیم. بعضی میگه خود تو کل ولایت امیالی در هر ولایت درسم است. باز اعلان میکنم هر مکتب دولتی که میایه من رایگان می مواد را میتونم در کامپیوتر خود بندازه به شاگرد داره. سالهای سال میشه این گپ گفتیم. بعدش ما تانستم برای مردم برسانم که سالانه وقتی پوانتون میرم صدها موصل دورم جمع میشه، میگه استاد ما شاگردای رای دور تسیم یک روزم کورس نرفتیم از درس ها استفاده کردیم. یعنی اول نمره کنکور پارسال مسیجایش هست در صفحه ما بعضی وقت موندیم که میگه که ما کورس نرفتیم ولی اینمی درس ها تانستم برای ما بسیار کمک کننده باشه که من نمره اول کنکور بگیرم. بنان وقتی ما یک تانستیم خود تو به جایزی که سر ما عمله کنیم، مکتب تو رو بند نکدیم عزیز دل من، به جای عمله سر ما بیا تو هم نشر کن. بیا تو بگو من چی کردم میتونم دکتر سوی بگو اینم یک موتر سکیل میگیرم خانه به خانه می درس ها را میبرم، برو رایگان در یک آردس بگی همه آردس که هم من برات میخرم، ببر پشت خانه تق تق و بگی مواد کاپی کن.
ولی دیگه تو بهانه رو شروع کی برق داره خواهر برق که من جور نمیتونم کی کامپیوتر داره من که جور نمیتونم حداقل یک از این تلویزیون ها در خانه ما و شما است فلش بنداز درس بخون ولی بهانه نکو عزیز دل من ما و شما بهانه میکنیم خوب درس نمیخونیم خفه نشین خوب درس نمیخونیم همین ویدیوی درسی من بندازم 4 ویو میگیره 5 ویو میگیره این شرم نیست هر کس باشه به خدا دلش مشکنه هیچ استادی نمیخواد ثبت کنه یک تعدادی را که شما میبینین ثبت میکنه پروژه میلیون دلاری گرفته مثلا یکی از تلویزیون ها بالاتر از 15 میلیون دلار یک پروژه درس گرفته یک صنف جور کرده 9 صنف 8 7 8 از باو نخره و کونا درس میتن تا وقت 10 دفعه مکاتب باز و بسته خواد شد اینقدر پروژه پولی کلان است موساد به جای از اینکه بگی چرا همین موساد این پول در اختیار دکتر جمشید قرار نمیده یک میلیونش قرار بده یکی از جیب خود قطانسته با یک میلیون چقدر خواد دانست او رو صدای تا نمی کشی در فیسبوکت نشته نمی کنی که این موادای درسیست بگیرین هنوز حمله میکنی که کمپیوتر کجا میشه نت کجا میشه برق کجا میشه کل از یاره که تو خبر داری مام خبر دارم نظر بهتر داری بخی بیا بسم الله بگو من خوی نمیال این پایم شکستگیز در گچ است ولی آمدیم درس میکنم تو چی میکنی مثلا مرا تنها یاد گرفتین که حمله کنین سرم زشت بگوین از بی سوادت خو گله نیست با سوادم پشت من ریاضی را تو درس میکی فیزیک هم تو درس میکی کیمیا رو خب بله جان فدایی میکنم درس میدم من ایسی یک دکتر اینا رو من خوانده معلم کنکور بوده بعدش هیچ بیخی از کو پایین شده من قصد دست میام میکنم تو چی میکنی یه دفعه سر به گریبان خود کو اگر تو هم واقع کردی با سر من انتقاد کو بهتر از من کردی انتقاد کو مردم 15 میلیون دلار میگیره موسسات پیسا میتا در سایشان گم است نتیجهش ولی خانه خانه در سایم است شاگرد و معلم استفاده میکنه عزیزای دل من معلمین بارها آمده از ولایات که تحایف آورده که اینی توفت تو معلم ماستی ما درس از تو یاد گرفتیم در صنف مشکل ما حل است صدها نفر هیچ جایی نمیره در دور دسترین ولایت تا واخان بدخشان کنکور خود در خانه خود تقیب میکنه اگه آدم بخواه میشه من درس مندازم در یوتیوب 5 نفر میبینه میگه نت کس نداره اما یک نفر دیگه چرندیات میگه 5 میلیون ویو میگیره خیر اون نتکیس خارجی و من ترجمه میکنه تو بانی چی چرند یاد گفته بشنو عزیز دل من بهانه بس است بیاین من نه مکتب بسته کده نه طرفدار بسته کردن مکاتب بستم از مکد شوق معرف دی وطن فکر نمیکنم کسی داشته باشه حاضر استم جان فشانی برش کنم به دل من باشه خواهر ما برادر ما همگی در فضای آرام در محیط خوب درس بخونه یک طرف خواهرها درس ندارن برادرام نام خدا فکر میکنین که مکتب میرن یک چنان جشن درس است هم مکتب هم میری میبینی جنگ از داوا از معلم آزاری است شاگرد آزاری است گروه بازی است بدموشی است درس خواندن کجاست عزیز دل من بیا به جای زی که سر ما حمله کنی بیا که تو من قول بده بگو جمشی جان تو چی طرح داری ما چی کرده میتونیم یا ما اینی طرح داریم اضافه کو عزیز دل من نمیگی یک نفر با تنهایی خود نه مریضی میشناسه نه جوری نه چکر نه تفریح نه زندگی کلش وقف کرده و ما هم زخم زبان زده را ایستیم تشویق نه ترغیب نه تشکری نه هر کس به جای من می بود و من صلاحیت می داشتم درس مکتب 7-12 از جیب شخصی خود جور می کرد به خدا مدال طلا برش می دادم یک وزارت معارف نتونسته موساد پولا گرفته یک 4 درس دادن پیسا در جیبشان زده شده رفته کجاست نتیجه کارش توی یک دفعه خانه تا نپرسان کمی توی یک سرمت زشت نوشته میکنی خواهرت برادرت خانمت ببین از بحثایم استفاده میکنن نمیکنن عزیز دل من نباشیم تو ما نگفتیم چه وقت ملاف زدیم کار ما کامل است و بهترین است و بیشتر اما با یک قلب پر از اشتیاق حاضر هستم خدا برای می وطن و هموطن فدا کنم و تو سر معامله کنی خوب نیست عزیز دل من بیاین دست به دست هم بتیم نشر و پخش کنیم ما همه قطانستم تو بیشتر از ایکو ما نگفتیم هیچ وقت میلان نکدیم مکتب بسته کنیم درس دکتر جمشید ببینین والا اگه گفته باشم ما میگم در پلی مکتب درس ما رو ببینین در پلی مکتب درس ما رو تشویق کنین ده استاد دیگه هم درسای خود جور کنن بیای ما برای یک استاد چای قهوه همینجا میتم درس ها رو ثبت کنم براتون نشر کنم هر وقت مکتب بسته است در صلاحیت من از بدان مکس چه میگم مولی رو پست نمی کنه که تو فکر میکنی بعضی وقت ما گفتیم که بیا در فنگ فنگ گریه نکنیم بگین درس بخونیم او تو علا زده مکتب استی طرفدار فلانیستی چاپلوس فلانیستی به خدا یکی از گپا باشه قطعا این چیزایی که تو میگی در وجود من است چاپلوسی رو من هیچ نمیشناسم به خاطری که من از کسی میترسم نه احتیاج کسی هستم نه چشم امیدی از کسی دارم چرا باید چاپلوسی کنم از خردی با غیرت زندگی کردیم
کت کی عکس مرا دیدی؟ به کدام منبع قدرت ما پناه بردیم؟ برای کی چاپلوسی کردیم؟ عزیز دل ما گپ بی جایی میزنی، حمله یاد داری؟ ما همه قصد استم آمد. چی کردین؟ بسیار تا هر چیز گفتین، دو روز که خواهراتی شد برادراتی شد گم شدین رفتین. کی به اندازه ما همقدر تلاش کرده؟ اونایی که تو میبینی که یک چند تا در سب کرده، با خدا پشت شپرسان که پول گرفتن از موساد، رایگان کس نکرده. این بسیار انرژی و مصرف کار داره، تو در نظر نمیگیری. کمره، برق، کرای جای، ماش استاد، وقت، انرژی، ادت کردن، نشر کردن در اینترنت، اینا کمرشکن است. مصارف زور یک انسان نمیرسه. یعنی خدا کمک میکنه این سیستم پیش میره. با خدا تصور خود ما نمیشه کی شوه. وقتی موساتی را میگیرن محاسبه میکنن، گفته میشه بیشتر از 15 میلیون دلار. ساعت تر بگویم تلویزیون طلوع بیشتر از 15 میلیون دلار میگه یک چیز گرفته به نام صرف نشر میکنه. تو اون فام سایکو درس ما رو ببین، یک درس ثبت کرده مولکولاس کارتینیگاک که چی را مثلا درس میتی؟ طفلای عقل‌مندی ذهنی را درس میتی؟ کودکستان را درس میتی؟ یا مکتب را درس میتی؟ و بعدش توی را با کی درس میتی؟ با دختر صنف 12 که از صنف اویش اینک 12 سال که تا درس تو در صنف 12 برسه که چی کنه مثلا به وقت دوره؟ مثال میگم، خانه شان آباد نشر میکنه، اونام موسام که پیسه داده. مثال بر تو میگم که یعنی یک پروسی خرد نیست، میلیون دلاری است. ولی نمی برادر عاجز ناتوانتان با پای شکسته بقمیتان. عزیز دل من چی بگویم؟ تشویقت نیست؟ اما چی از ابو سعدی بزرگوار چی بگید که زنبوره بگو که اصل نیست؟ زنبورت بی اصله بگید در اقل نیش ند. خلاصه دوستتان دارم گفت که چی بگویم، بعضی ها شاید نمی فهمن، بعضی ها از روی کی نمی باشه، بعضی ها خواسته غیر واقع بینا نداره، درک نمیکنه شرایط افغانستان، مشکلات اقتصادی را، توانایی یک انسان. ما بعضی وقت دوستا میگه من باز معلومات خود دادم، اصلا من نمیخواستم مطرح کنم. رو دوست ما فرادار جان رامکی پرسان کرده بود که وضعیت اقتصادی چطور است. به خدا قسم میخورم نیاز به قسم نیست، من که به توی تیار ندارم، نمیگم تو بیا مرا خانه بتی. گفتیم حالا خانه کرایستم، یک زندگی معمولی ماهانه 13000 کرا میتیم، یک دو اتاقه را. ولی خوش هستم که پول خدا اینجا مصرف میکنم. بعضی دوستا میگه ولی تو مثلا گلایه کردی؟ نکردیم. من نمیگم امور پرسان کردن از ما، ولی من افتخارم دهیست که من بجای از اینکه همین پولا را یک خانه کرایی کلان بگیرم، ولی یک درس ثبت میکنم که یک شاگرد بدخشانی، یک شاگرد در کنر، یک شاگرد در جلال آباد، یک شاگرد در شمالی نمی درس میبینه و پدرش اینجا میارش میگه ای بچم اول نمره عمومی مکتب شده که تیز درس. برای من اونم افتخار است عزیز دل من. تو برداشت خودت داشته باش، نیتهای قلبی کل ما و شما را خداوند متعال میفهمه و به خاطر نظر تو ثبتم نمیکنم درس. خودم مکلف میدانم، وطن اثر خود اقدار میدانم، مردم اقدار، شما نظرتان. ولی کسایی کمکاری کردن مثل آجی صاحب ظاهر، آجی صاحب مایل خیرخواه، ده ها هم وطن دیگی ما که در برنامه سهم گرفتن، خدا و نجرشان بته. اینا کار ملی و وطنی است و یک روزی که من نبودم بعد از وفت میراث من ای با اولادم نگفتیم این کمی ترابانه. یعنی می سیستم این کتابای شنایشم از خودم از دگام کتاب دارم، این کلش میراث بر کسی که میه باز قلم میگیره و درس میده. دوستتان دارم، خدا یاری آورتان.